برای نشون دادن فرق زیاد بین اسلام ناب و اسلام آمریکایی که با سیاست نسبتی نداره به سراغ جنیب عبدو مشاور سی ان ان میره. مسلمانان جوان در آمریکا بیشتر از والدینشون به اسلام پایبندن. اونها بیشتر خودشونو مسلمان میدونن تا آمریکایی. افزایش میزان حضور مسلمان‌ها در مساجد، مدارس اسلامی و نه مدارس عمومی و مختلط، اقبالشون به حجاب کاملا مشهوده. اونها با زندگی آمریکایی مخالفن. به دنبال جداسازی در مدارس و فضاهای عمومی هستن که از خشونت‌های رایج در جوامع غربی در امان باشن. خانم وندی شلت، استاد دانشگاه، در کتاب دختران به عفاف روی می‌آورند معتقده بعضی‌ها میگن مقرراتی که نحوه رفتار بین زنا و مردا رو تنظیم میکنه، به خصوص رفتارهایی که به پاکدامنی زنا مربوط میشه، نشونه تبعیض علیه زنا هست و باید ریشه‌کن بشه. من معتقدم بله، تبعیض‌آمیزه، ولی همین مقررات در عین حال به زنا آزادی میده. آزادی قدم زدن تو خیابون بدون ترس از اینکه مورد خشونت یا تجاوز جنسی قرار بگیرن. آزادی برای یه دختر که بتونه تو مدرسه درس بخونه بدون اینکه مورد آزار جنسی قرار بگیره. در تعامل صحیح بین زن و مرد هیچ وقت سخن از فرادستی و فرودستی نیست. ادعا میکنن دفاع از حقوق بشر مرز نداره و حیطه وظایف اون محدود به کشورهای خاص نمیشه. زنان مدرن مسلمان از من توقع دارن که صدام رو بلندتر بکنن. حقوق بشر مرز نداره. بنابراین مدافع حقوق بشر حیطه وظایفش محدود به یک کشور خاص نمیشه. پایمال شدن حقوق زنان و دختران در دنیا که به خاطر رعایت عفاف و حجاب نه تنها از حق تحصیل در دانشگاه ها و حق اشتغال محروم شدن، بلکه جونشون رو هم به خاطر عفتشون از دست دادن، و چه کسانی و در کدام کمپین بررسی میکنن؟ کجای حقوق بشر که یادت بخیر؟